حکومت آل خلیفه در طول نیم قرن گذشته همواره شیعیان این کشور را زیر ظلم و فشار قرار داده و حقوق و آزادی های مذهبی آنان را پایمال کرده است. بر همین اساس در فرم های مخصوص مسافرت که شهروندان بحرینی باید قبل از سفر آن را پر کنند، پرسش های خاصی مطرح شده که موجب نگرانی شیعیان این کشور شده، زیرا نگرانند از طریق این اطلاعات نیروهای امنیتی مانع سفر زیارتی آنها به عراق و ایران شوند. اداره امور تابعیت و گذرنامه و اقامت در وزارت کشور بحرین فرم درخواست مجوز سفر را به شهروندان با هدف حصر شهروندان شیعه و جلوگیری از سفر آنها به عراق و ایران برای زیارت عتبات مقدسه اعمال کرد. آدرس آنلاین فرم درخواست مبنی بر مشخص کردن مقصد و دلایل سفر شهروندان را نشان می‌دهد، در حالی که شهروندان نسبت به صدور این تصمیم ناگهانی در این زمان توسط وزارت کشور و با نزدیک شدن به ایام اربعین نگران هستند. هزاران بحرینی برای ادای مناسک دینی هر ساله از سراسر جهان عازم شهر نجف و شهر مقدس کربلا می‌شوند. مرکز حقوق بشر بحرین در حساب توییتری خود اعلام کرد این اقدام آزادی‌های فردی و جمعی در این کشور را محدود می‌کند که باید لغو شود، زیرا این اقدام به ویژه علیه شهروندان شیعه تبعیض‌آمیز است. مقامات بحرین از سال 2020 میلادی به بهانه جلوگیری از شیوع کرونا در کشورهای جهان تصمیم ممنوعیت سفر شهروندان شیعه به عراق و ایران و محرومیتشان از شرکت در مراسم اربعین امام حسین علیه السلام را صادر کرد. مقام‌های بحرین پیش از صدها شهروند شیعه را از فرودگاه بین‌المللی بحرین و بندر زمینی مرتبط با عربستان، پل ملک فهد، هنگام عزیمت به عراق، سوریه و ایران برای گردشگری دینی و عتبات مقدس بازگرداندند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.